سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من عرضا هستم و توی ویدیو امروز میریم سراغ ایرپادز مکس، یکی از جنجالی ترین محصولات اپل که به تازگی وارد بازار شده. توی این ویدیو ایرپادز مکس رو با هم دیگه آنباکس میکنیم و یه بررسی ازش داریم. پس بعد از این ویدیو با من همراه باشید تا ببینیم که آیا این ایرپادز مکس ارزش خریدن داره یا نه. ایرپادز مکس سومین عضو خانواده ایرپادز اپل به حساب میاد که خیلی غیر منتظره از طریق سایت اپل به بازار معرفی شد توی همین ماه دسامبر سال 2020 و به فاصله یه هفته از معرفی شدنش هم راهی بازار شد. خیلی جنجال به پا کرده سر قیمتش، چون اپل قیمتش رو $550 آمریکا گذاشته که خب خیلی قیمت عجیبی برای یه هدفون نویز کنسلینگ، و توی این ویدیو اتفاقا میخوام ببینیم که با پرداخت این مبلغ و اپل چه چیزایی در ازاش میگیریم. ایرپادز مکس همونطور که گفتم قیمتش $550 و تو 5 رنگ مختلف عرضه میشه. رنگ‌های خاکستری، نقره‌ای، سبز، آبی و صورتی که بسته به سلیقه‌تون میتونید برید یکی از این رنگ‌ها رو از اپل بخرید. رنگ‌های خاکستری نقره‌ایش خب خیلی بیشتر پخش شده و اون سه رنگ دیگه‌اش رو خود اپل به صورت اختصاصی فعلا می‌فروشه. خب به نظرم اول از همه بریم جعبه ایرپادز مکس رو باز کنیم و ببینیم که چه چیزی داخل جعبه‌شه. روی جعبه ما این طرح از خود ایرپادز مکس رو داریم تو رنگی که خریدارش کردیم. من اینجا رنگ خاکستریشو دارم که این تصویر در واقع سایز واقعی ایرپادز مکس رو نشون میده. در پشت جعبه‌اش هم خب یه طرحی از این کیس عجیب و غریبش می‌بینیم که در ادامه بهش می‌رسیم. در زیر جعبه سریال نامبر و اینجور مشخصات نوشته شده و بالای جعبه هم نوشته ایرپادز مکس رو با یه فونت خیلی بزرگی می‌بینیم. جعبه خیلی راحت باز میشه و وقتی که جعبه باز بشه اولین چیزی که باش روبرو میشیم خود ایرپادز مکسه که تو این کیس عجیب غریبش قرار گرفته. اون رو که برداریم و بذاریم کنار، با یه پاکت روبرو میشیم که چند تا دفترچه داخلش قرار داره که خب توی همه محصولای اپل دیده میشه. اون رو هم بذاریم کنار. در انتهای جعبه یه کابل USB-C به لایتنینگ دیده میشه که برای شارژ کردن باید از اون استفاده کنید. اما برگردیم به خود ایرپادز مکس، بعد اون کیس رو باز کنیم و خود هدفون‌ها رو از این کیس عجیب و غریبشون در بیاریم و به همین سادگی قابل استفاده‌ن و میتونیم اونا رو با گوشی خودمون پیر کنیم. اما پیر کردن ایرپادز مکس با همه دستگاه‌های اپلی مثل بقیه ایرپاداس و خیلی راحت این عملیات انجام میشه. کافیه که ایرپادز مکس رو نزدیک آیفونتون کنید و یه پنجره روی صفحه نمایش آیفونتون نشون داده میشه که با زدن دکمه کانکت عملیات پیر انجام میشه. یه سری آموزش هم بهتون میده که چجوری میتونید از دکمه ها استفاده کنید و بعد هم درصد شارژ باتری ایرپادز مکس رو بهتون نشون میده و هدفونتون قابل استفاده است. بخوام یه نگاه کلی به طراحی ایرپادز مکس بندازیم، از بالا شروع کنیم. این قسمتی که دور سر قرار میگیره از جنس سیلیکون ساخته شده و این تیکه وسطش هم از پارچه خیلی نرمیه که روی سر قرار میگیره و سر رو اذیت نمیکنه. این ریل ها که برای تغییر اندازش هستن از استیل ساخته شده و خب خیلی راحت اندازه رو میتونید با اینا تغییر بدید و هر جایی بخواید وای میسته و خیلی سفت هم وای میسته. اینجا ما یه دیجیتال کراون داریم که برای تغییر صدا و با فشار دادنش میتونید آهنگ رو پلی پاس کنید، تماستون رو جواب بدید، با دو بار زدن بهش میتونید بری ترک بعدی و با سه بار کلیک کردنش میتونید بری ترک قبلی. یه دکمه هم اینور هستش که برای تغییر بین حالتهای ترانسپرنسی و نویز کنسلیشن ساخته شده. خود هدفون ها از آلومینیوم جنسشون و داخلشون هم که خب یه پارچه خیلی نرمیه و نوشته راست و چپ هم اون داخل دوخته شده که خیلی راحت بتونید تشخیص بدید. اگر بخواید خیلی سریع تشخیص بدید که کدوم ور سمت راست و کدوم ور سمت چپ، این دیجیتال کراون و این دکمه روی قسمت سمت راست قرار داره که با یه نگاه میتونید بفهمید این ور بر سمت راسته و این ور که هیچی نیست برای سمت چپه. یه تصمیم خوبی که اپل راجع به ایرپادز مکس گرفته اینه که تصمیم گرفته از دیجیتال کراون برای کنترل کردن این هدفون استفاده کنه. اکثر هدفون‌های وایرلسی که الان میتونید بخریدشون تاچ کنترل دارن و یکی از طرف‌های هدفون یه سطح تاچیو داره که شما مثلا برای تغییر صدا باید بالا پایین کنید، برای تغییر ترک باید جلو عقب کنید. خیلی سخت درست کار نمی‌کنه، ممکنه یادتون بره کدوم سمتش بود، کلاً یه چیز چرتیه به نظر من. و اینکه اپل تصمیم گرفته از دیجیتال کراون اینجا استفاده کنه باعث شده که تنظیم صداتون با دقت فوق‌العاده بالایی باشه. مثلا توی هدفون‌های دیگه یه بالا که می‌کنید یه میزان ثابتی صدا کم صدا زیاد میشه یا کم میشه، ولی اینجا این میزان چرخشتون با دقت کاملا بالا صدا رو کم و زیاد میکنه. و اینکه با فشار دادن میتونید آهنگو پلی پاس کنید، دو بار فشار دادنش بره ترک بعدی، سه بار فشار دادنش بره ترک قبلی، به نظر من تصمیم خیلی خوبی بوده. و خب یکی دکمه‌ش هم که بین دو حالت ترانسپرنسی و نویز کنسلیشن جابجا میشه خیلی کلیک جالبی داره و دکمه خوبیه. ما شاهد کلی سنسور هستیم که در هر دو طرف این هدفون قرار داره و در مجموع هم توی ایرپادز مکس ما شاهد 9 تا میکروفون هستیم که 8 تاشون برای قابلیت نویز کنسلیشن استفاده میشه و 3 تاشون برای انتقال صدای شما استفاده میشه. و خب دو تا از این میکروفونایی که گفتم مشترک بین نویز کنسلیشن و انتقال صدا، ولی در مجموع ما 9 تا میکروفون داریم
که با هم دیگه میتونن یه قابلیت نویز کنسلیشن خوبی رو درست کنن. در مورد راحتی ایرپادز مکس که بخوام بگم، هدفون های راحتی هستن وقتی روی گوشتون قرار میگیرن و به خاطر اندازه بزرگی که این روگوشیاش دارن، گوشتون احتمالاً داخلش کامل قرار بگیره و مثل بقیه هدفون هایی که تو این رنج هستن، اون پداشون به گوشتون فشار نمیاره که احساس ناراحتی بکنید و گوشتون کامل میره داخل یکی از این پدا و خب در کل راحتی خوبی داره. این تیکه پارچه بالاش هم که روی سر قرار میگیره به خاطر نرمی که داره باعث میشه فشار زیادی رو حس نکنید و مثل خیلی از هدفون‌ها شاید اذیت کننده نباشه. اما چون این هدفون‌ها از آلومینیوم و استیل توشون استفاده شده، وزن بالایی دارن نسبت به رقیبای خودشون. وزن اینا به تنهایی 384 گرمه و اون کیسشون هم که در ادامه بهش میرسیم 134 گرم اضافه میکنه اگه بذاریدش داخل کیس، که برای یه هدفون سنگینه و اگه بهش عادت نداشته باشید ممکنه توی چند روز اول یا چند ساعت اول اذیتتون کنه. من خودم توی نیم ساعت اول حس میکردم که یه چیزی داره سرمو فشار میده، ولی خب بعد اینکه چند ساعت مون رو سرمو به طراحیش عادت کردم در واقع این مشکل حل شد و الان که وقتی رو سرمه دیگه اون اذیت رو نمیشم و خیلی راحته. ولی در کل باید در نظر داشته باشید که اینا هدفونای سنگین تری هستند نسبت به هدفونای عادی. دلیلش هم متریالیه که اپل استفاده کرده، آلومینیوم و استیل، که خب سنگین تر از پلاستیکیه که توی اکثر هدفونای این رنج استفاده میشه. این هدفون همونطوری که گفتم 8 تا میکروفون برای قابلیت نویز کنسلینگ داره و این قابلیت به این درد میخوره که وقتی هدفون روی سرتون میذارید و این قابلیت رو فعال میکنید، دیگه صدای محیط اطراف خودتون رو نشنوید و یه سکوت کاملی رو تجربه کنید. هرچند که یه سری صداها ممکنه همچنان شنیده بشه، ولی قابلیت نویز کنسلینگش در حد رقبای صدر جدول خودشه و حتی شاید توی بعضی سناریوها بهتر هم عمل کنه. در حال حاضر میگن که سونی WH-1000XM4 بهترین نویز کنسلینگ رو داره توی بازار و خب ایرپادز مکس هم میتونه کاملا با اونا رقابت کنه، حتی همونطور که گفتم توی بعضی سناریوها خیلی بهتر عمل میکنه. توی تجربه منم اینو کاملا حس کردم، صدای فن رو کاملا دفع میکنه، صدای ثابت رو کاملا دفع میکنه. اگه یه صدای عجیب غریبی هم تولید بشه، بعد گذشت یه ثانیه دو ثانیه بلافاصله اون صدا رو هم متوجه میشه، دیگه براتون دفع میکنه، شما نمیتونید اونو بشنوید. و از اون طرف یه قابلیت هم هست به اسم قابلیت ترانسپرنسی که با کمک اون میکروفون هایی که گفتم صدای بیرون رو باعث میشه شما بشنوید. وقتی هدفون روی گوشتونه انگار که هیچی روی گوشتون نیست و صدای اطرافو کامل و واضح میتونید بشنوید. قابلیت ترانسپرنسیشو میتونم به جرئت بگم از تمام رقبای خودش بهتره و هیچ کدوم از رقیبای هدفون های نویز کنسلینگ همچین قابلیت ترانسپرنسی با این دقت رو ندارن و نمیتونن به کاربرشون بدن. با استفاده از همون میکروفونایی که روی این ایرپادز مکس ما میبینیم، صدای محیط کاملا به داخل میاد وقتی که این قابلیت رو فعال کنید و میتونید کامل صدای محیط اطراف رو بشنوید انگار که هیچی روی گوشتون نیست و میتونید مکالمه برقرار کنید با کسایی که اطرافتون هستن، کامل بفهمید چه اتفاقی داره میفته، حتی انقدر دقیقه که جهتی که این اتفاق دور و برتون داره میفته رو شما میتونید با بستن چشاتون حتی بفهمید که یه کسی داره این طرف باهاتون حرف میزنه یا اینجاست، پشت سرتونه، جلوتونه، سمت چپ، سمت راسته. بعد دقت قابلیت ترانسپرنسیش فوق العاده است و همونطور که گفتم هیچ رقیبی توی این زمینه نداره. حالا که داریم در مورد میکروفون ها صحبت میکنیم، میتونم راجع به کیفیت مکالمه صوتی هم بهتون بگم. واقعا کیفیت خوبی داره. اگه روی حالت ترانسپرنسی بزنید کامل صدای خودتون رو میشنوید، صدای طرف مقابل رو میشنوید و طرف مقابل هم یه صدای شفافی رو از شما میشنوه. حتی این هدفون خودش کار میکنه که نویزهای اطراف هم کمتر شنیده بشه توسط کسی که اون طرف خطه و من یه مکالمه یه ساعت دو ساعته با این انجام دادم و هیچ مشکلی حس نکردم. انگار که هیچی روی گوشم نیست، صدای اطرافو میشنیدم، صدای خودم رو میشنیدم، خیلی راحت حرف میزدم و طرف مقابلم هم حتی یک بارم نگفت که صدات نمیاد یا بلندتر حرف بزن و با همون صدای عادی صدای من رو میشنید و هیچ مشکلی توی این زمینه هم نداشت. فکر کنم بین رقباشم میتونم بگم که بهترین کیفیت مکالمه رو هم میتونید با ایرپادز مکس داشته باشید، چون بقیه هدفونایی که من تست کردم چه سونی چه بوز توی مکالمه ضعیف‌تر عمل می‌کنن. یه قابلیتی که مخصوص این هدفون‌هاست و قبلاً توی ایرپادز پرو ما دیده بودیم، قابلیت اسپیشال آدیو که وقتی این هدفون‌ها روی سرتونه و روی آیفون و آیپد دارید یه فیلمی رو می‌بینید که این فرمت رو پشتیبانی می‌کنن، این هدفون‌ها خیلی هوشمند می‌تونن بفهمن که شما چه جهتی سرتون قرار داره نسبت به تصویر که دارید نگاه می‌کنید و با تکون دادن سرتون صداها ثابت می‌مونه، انگار که صدا داره از اسپیکرهای گوشی یا آیپدتون پخش میشه و شما سرتون رو که تکون بدید صداها ثابت می‌مونه و جهتش برای شما تغییر پیدا می‌کنه. گفتن این قابلیت توی ویدیو یکم سخته و شما باید خودتون تجربه کنید، ولی قابلیت جالبیه. اما از اونور محدود میشه فقط به محتوایی که پشتیبانیش کنه و فقط هم روی آیفون و آیپد میتونید از این قابلیت بهره ببرید، حتی روی مک هم نیست.
پس استفاده ازش خیلی محدوده، ولی اگه محتوایی پیدا کنید که ازش پشتیبانی کنه تجربه جالبی میشه براتون. در هر طرف این هدفون ها ما شاهد یه چیپ اچ1 اپل هستیم که در مجموع ایرپاد مکس شامل دو تا چیپ اچ1 اپل میشه. حالا این چیپ اچ1 به چه دردی میخوره؟ اولا که باعث میشه که برای هر گوش اون آهنگی که دارید پخش میکنید آنالیز بشه، با سرعت خیلی بالای پردازش کنه و کیفیت رو خیلی آپتیمایز کنه براتون. از طرف دیگه کمک میکنه به پر شدن سریع با دستگاه‌های اپل، قابلیت هی سیری رو براتون فعال میکنه و همینطور باعث میشه که عمر باتریتون بهینه بشه. اما این روگوشی‌ها یا همون ایرکاپ که اپل بهشون میگه به صورت مگنتی ساخته شدن و خیلی راحت در میان. میتونید اونا رو عوض کنید اگه مشکلی براشون پیش اومده باشه و وقتی هم که در میارید میتونید داخل هدفون رو ببینید تا حدودی. بعد اینم که کارتون انجام شه و بخواید جایگزین کنید خیلی راحت سر جاشون قرار میگیرن. اپل پدای جایگزین رو برای یه ست دوتایی که شامل یه گوشه راست یه گوشه چپ میشه با قیمت 69 دلار میفروشه در 5 رنگ مختلف که شما اگه خواستید میتونید برید یه ست جایگزین بگیرید اگه مشکلی براش پیش بیاد. اگر هم دوست داشته باشید میتونید برید یه رنگ دیگر رو بگیرید که با هدفون خودتون میکس کنید، مثلا هدفون گری داشته باشید با پدهای سفید، ولی خب یه ذره هزینه رو میبره بالاتر و واقعا باید علاقه به این کار داشته باشید تا برید این هزینه رو برای همچین کاری بکنید. اما بعدش میرسیم به یه موضوعی که بعد قیمت ایرپاد مکس بیشترین حاشیه رو داشت، اونم ایشونه، این کیسی که اپل بهش میگه سمارت کیس که برای ایرپاد مکس ساخته و داخل جعبه ایرپاد مکس اون رو به شما میده که داخل این کیس بذارید. ولی واقعا اینکه کجای این کیسه من نمیفهمم و هیچ گونه محافظتی از هدفونتون نمیکنه. بذارید منو بذارم، برای اینکه بذارید داخل هدفونتون رو به صورت مگنتی رو باید باز کنید، بعد هدفونتون رو خیلی با دقت بذارید داخل اینجا و بعد این رو ببندید. خب یه نگاهی به اندازی میبینیم که این بالاش که کاملا بازه، اینجاهاش کاملا بازه، اینجاها کامل بازه، پایین رو هم که نگاه کنیم باز اینجاهاش بازه و یه بریدگی برای پورت لایتنینگش برای شارژ کردنش داره که حتی دقیق و وسط نیست، یعنی یه ذره اونورتر باید می بود تا این پورت لایتنینگ وسط باشه و الان وقتی اینجاست شما باید یه ذره جابجاش کنید تا پورت درست بره تو. حتی اینش هم وسط نیست و خیلی چیز احمقانه ایه و نمیدونم چرا این کارو کردن. هرچی بهش فکر میکنم هیچ چیزی نداره که بتونه با عقل من جور در بیاد که آقا این کیس وظیفش اینه که محافظت کنه، اما در این مورد ما هیچ محافظتی از این نمیبینیم. این بالاش که خب ممکنه پاره بشه، این پارچش هیچ محافظتی نمیشه ازش، این استیلش که ممکنه خط بیفته هیچ محافظتی ازش نمیشه، دکمه ها هیچی، این آلومینیوم های بالا هیچی، فقط یه این تیکه و اینجاها داره محافظت میشه عملا و حتی بریدگیاش هم دقیق و درست نیست. تنها نکته مثبتی که من تونستم راجع به این کیس نسبت به کیس های نرمالی که برای هدفون ها ساخته میشه پیدا کنم اینه که خب تو هدفون های عادی شما اگه بخواید اونا رو بذارید داخل کیس باید جمعشون کنید و برگردونید به یه حالت صفری، در واقع بالا پایینه که کردید نسبت به اندازه سر خودتون رو باید برگردونید بعد بذارید تو کیس. اینجا ما اینا رو رو هر اندازه‌ای که بلند و کوتاه کرده باشیم همون جوری میره تو، لازم نیست هر سری اینا رو اندازه سرتون کنید. این خیلی فکر کردم و این دیگه تنها نکته مثبتی بود که من تونستم راجع به این کیس پیدا کنم و یه چیز فاجعه ایه و نمیدونم این چه تصمیمی بوده که اپل گرفته که این کیس رو برای این هدفون 550 دلاری در نظر بگیره و به کار براش بده. اما یه داستانی که این کیس داره و خیلی خبرساز شد اینه که این کیسه لازمه تا هدفونتون رو خاموش کنه. ایرپاد مکس هیچ دکمه پاوری نداره و وقتی از کیس در میاد روشنه و وقتی داخل کیس بذاریدش طبق گفته اپل میره روی حالت پاور سیوینگ و در واقع خاموشی. حالا طبق داکیومنتی که اپل بعد ریلیز اینو منتشر کرد و تحقیقاتی که یوزرها روی این کیسه کردن فهمیدن که وقتی کیسه رو وا کنید دو تا تیک مگنت، یه دونه اینور یه دونه اینور این کیسه هست که در واقع با مگنت های اینجاهای هدفونتون تماس برقرار میکنه و وقتی این تماس برقرار میشه هدفونتون میره رو اون حالت خاموش. که خب گفتن اگه نمیخواد از این کیس استفاده کنید دو تا چیز مگنتی با خودتون همیشه داشته باشید بزنید اینجاش تا خاموش بشه. بعد اپل یه داکیومنتی منتشر کرد که توی اون گفتش که شما وقتی این ایرپاد مکس رو توی کیسش میذارید همون لحظه میره رو حالت لو پاور مود، ولی وقتی ازش استفاده نکنید و بدون کیس بذاریدش یه جایی بعد 5 دقیقه میره. پس یعنی نبود کیس خیلی تأثیری نداره و بعد 5 دقیقه استفاده نکردن ازش همون کار خاموش شدنه میشه.
و خیلی جای نگرانی نیست اگه نمیخواید از این کیس استفاده کنید. ایرپاد مکس هم مثل باقی ایرپادهای اپل از قابلیت فایند مای پشتیبانی میکنه و اگه وقت گمشون کردید میتونید اپ فایند مای روی گوشیتون باز کنید و دکمه پلی ساوند رو بزنید، یه صدای اینا تولید میکنن. ولی خب این خیلی بزرگه، بعید میدونم خیلی راحت اینو بتونید گمش کنید. اون قابلیت بیشتر به درد ایرپادهای کوچیک میخورد که ممکنه گوشتون بیفته و ندونید کجا افتاده، ولی خب به هر حال این قابلیت وجود داره. اگه یه وقت اینو با این جسته گم کردید میتونید یه صدایی ازش پخش کنید و متوجه بشید که کجا قرار دارن. اما یه موضوع پر سر و صدای دیگه هم که داشتن این هدفون ها این بودش که خب اینا هدفون ها در درجه اولی هدفون بلوتوث هن که با بلوتوث به دستگاهتون وصل میشن، اما بلوتوث بدیه خودش رو هم داره، یه دیلی داره وقتی شما بخواید مثلا ویدیو ادیت کنید، بازی کنید، و اون دیلیه ممکنه اذیت کنه. مثلا ادیت ویدیو با هدفون بلوتوث اصلا امکان نداره چون صداتون دیرتر از تصویری که میبینید میاد و باعث میشه که اصلا نفهمید چجوری دارید ادیت میکنید. و برای همین کسایی که مثلا کارا ادیت میکنن، کارا اینجوری میکنن، همیشه هدفون بلوتوثشون رو با یه سیمی وصل میکنن به دستگاهشون که با سیم این ارتباط برقرار شه، پس دیلی نداشته باشه. حالا شما دارید $550 برای این هدفون ها میدید و اپل هیچ سیمی برای ارتباط به جک 3.5 میلیمتری توی جعبه این هدفون ها نذاشته، اما باز لطف کرده به ما و داره یه کابل رو به صورت جدا میفروشه، به مسخره دارم میگم. و این کابل قیمتش $35، یه کابل لایتنینگ به جک 3.5 میلیمتری هدفونه که قیمت بالایی برای یه کابل، ولی خب اگه بخواید ایرپاد مکس رو به صورت کابلی با جک 3.5 میلیمتری استفاده کنید باید برید این کابل رو از خود اپل بخرید. کابلای لایتنینگ به 3.5 میلیمتری و شرکت‌های دیگه هم خیلی دارن میسازن، اما هیچ کدومشون با این هدفون کار نمی‌کنن و اگه بخواید برای این هدفون استفاده کنید حتما باید برید اونی که اپل ساخته رو بگیرید. فکر کنم چون یه دکی توشون داره که اینا رو ساپورت کنه اون صدای خروجی رو، و همین باعث شده که شما مجبور باشید $35 بیشتر هزینه کنید تا بتونید هدفونتون رو به صورت سیمی استفاده کنید. یه نکته ریزم راجع به این قضیه اینه که پورت لایتنینگ روی سمت راست این هدفون قرار گرفته، یعنی شما اگه بخواید به صورت سیمی از این هدفون استفاده کنید سیمتون از سمت راست هدفون آویزون میشه، ولی خب اکثر هدفون ها فکر کنم تقریبا هر هدفونی من تا حالا دیدم از سمت چپشون سیم وصل میشده و یه کار عجیبیه که اپل کرده و مثل بقیه هدفون ها نیست، یه طرف مخالفیه اون سیمی که قرار آویزون بشه. به هر حال یه موضوعیه که شاید براتون جالب باشه. اما میرسیم به مهمترین موضوع هر هدفونی، اونم کیفیت صداشه. کیفیت صدا ایرپاد مکس مثل باقی محصولاتی که اپل برای پخش موسیقی تولید میکنه میتونم بگم بی‌نظیره. مثل هومپاد که کیفیت صدای خیلی خوبی داشت، مثل هومپاد مینی که نسبت به جستش کیفیت صدای خیلی خوبی داشت، ایرپاد مکس هم کیفیت صدای خیلی خوبی بهتون میده و مثلا توی صداهای بلند شما شاهد بد شدن کیفیت نیستید، بیس به اندازه کافی هست، نه خیلی زیاده نه خیلی کمه، متوجهش میشید، ولی خب اونجوری نیست که اذیتتون کنه مثل شاید هدفونای بیتس بگم بهتون. و من اینا رو در مقایسه با سونی XM4 و بوز NC700 میتونم بگم که کیفیت صدای فوق‌العاده‌ای دارن، حتی از اون دوتا بهترن، و اگه دنبال کیفیت صدای خوبی هستید قطعا یکی از بهترین گزینه‌ها حساب میشه براتون. موضوع بعدی راجع به هر هدفون وایرلسی عمر باتریشه. اپل میگه که عمر باتری این هدفون‌ها 20 ساعته، 20 ساعت گوش دادن به صورت مداوم همراه با استفاده از قابلیت نویز کنسلیشن یا ترانسپرنسی. تو استفاده من توی تست من این هدفون‌ها رو وقتی که از جعبه باز کردم 72% شارژ داشت و تا خالی شدنش و رسیدنش به 2% من حدود 19 ساعت باش محتوا گوش دادم که خب به نظر میرسه بیشتر از 20 ساعت باشه و اپل 20 ساعت رو اعلام میکنه که خیلی بدقول حساب نشه. در واقع فکر کنم مثلا تا 22 3 ساعت بتونید روی اینا حساب کنید. از طرفی هم که خب با پورت لایتنینگ شارژ میشن، با 5 دقیقه شارژ کردن فکر کنم اندازه 1 ساعت و نیم میتونید ازشون استفاده کنید و به موسیقی گوش بدید و در کل عمر باتری خوبی دارن. رقیبشون سونی XM4 30 ساعت عمر باتری داره، اینا یه ذره کمترن، ولی به هر حال 20 ساعت هم کافیه به نظر من برای پروازهای طولانی، کافیه برای مسیرهای طولانی، کافیه. و همونطور هم که گفتم اگه نیاز به شارژ پیدا کنید خیلی سریع شارژ میشن و شما رو لنگ نمیذارن. در واقع یه نکته خوبی هم که این هدفون‌ها نسبت به رقیباشون دارن اینه که اکثر هدفون‌ها وقتی وصلشون کنید به شارژ از کار میافتن و شما نمیتونید به صورت وایرلس ادامه بدید به گوش دادنتون، ولی ایرپاد مکس رو که به شارژ بزنید از طریق پورت لایتنینگ همچنان میتونید به گوش دادن آهنگتون از طریق بلوتوث ادامه بدید و قطع نمیشه، کارکردش همونجوری ادامه پیدا میکنه. پس اگه توی شرایطی باشید که شارژ نداشته باشه میتونید بزنیش به پاور بانک روی گوشتون باشه و چیزی که داشتید گوش میدادید رو ادامه بدید و قطع نمیشه، که خب میگم خیلی از هدفون‌های وایرلس دیگه این قابلیت رو ندارن و تا وقتی که به شارژ هستن از کار میافتن و چیزی رو پخش نمیکنن.
اما خب جا داره بگم که چرا پورت لایتنینگ، اپل به نظر میاد که به زودی لایتنینگ رو قراره بیخیال بشه برای آیفون ها، و اینکه چرا این هدفون ها رو با پورت لایتنینگ عرضه کرده جای سوال داره. شاید دلیلش از طرف اپل این باشه که خب ما ایرپاد و ایرپاد پرومون پورت لایتنینگ داشتن، پس اینم باید همون پورت رو داشته باشه. ولی خب یه پورت USB-C اگه میذاشتی اینجا خیلی بهتر بود، و مثلا اگه لپتاپتون گوشی دیگه غیر از برند اپل داشته باشید، هرچی یه کابل USB-C معمولا بیشتر همراه افراد تا یه کابل لایتنینگ. ولی خب به هر حال اپل تصمیم گرفته دوباره اینجا هم از لایتنینگ استفاده کنه و موضوع جالبی نیست، ولی کاریش هم نمیشه کرد و تصمیمیه که اپل برای کار براش گرفته. ایرپاد مکس هم مثل باقی ایرپاد ها با استفاده از iOS 14 و macOS 11 میتونن خیلی راحت و سریع بین دستگاه شما جابجا بشن. به طور مثال وقتی که دارید از آیفونتون استفاده میکنید مستقیم با آیفونتون وصل میشن، بلافاصله اگه از مکتون استفاده کنید به مکتون وصل میشن، و همینطور بین دستگاه اپلی که دارید خودشون رو جابجا میکنن و همون لحظه آماده به استفادن، و این قابلیت که توی هیچ هدفون دیگه ای ما نمیبینیم، و فقط اپلی که تونسته این کار رو تا الان انجام بده. و توی هدفون های دیگه ما ماکسیمم چیزی که میبینیم اینه که به دو دیوایس همزمان وصل بشن، ولی اینجا مهم نیست که شما چند تا دیوایس اپل داشته باشید، به صورت خودکار بین این دیوایس ها جابجا میشه ایرپاد مکس، و شما اصلا حس نمی کنید که اینجا به جایی داره رخ میده. بخوام بررسی ایرپاد مکس رو جمع بندی کنم، باید بگم که ما با یه هدفون خیلی خوب طرفیم. کیفیت صدای فوق العاده ای داره، قابلیت نویز کنسلشنش فوق العاده است، ترانسپرنسیش که بی‌نظیره، یعنی صدای محیط رو کامل میفهمید از چه جهتی داره میاد، همونطوری که گفتم حین بررسی، و قابلیت های جالبی مثل جابجا شدن سریع بین دیوایس های اپل رو داره، عمر باتری خیلی خوبی داره، دیزاین بی‌نظیری داره نسبت به رقیبای خودش که حالا باعث سنگین تر شدنش شده، ولی در نهایت استفاده از آلومینیوم و استیل باعث شده که ظاهر خیلی شکیل تری نسبت به هدفون های پلاستیکی داشته باشه. اما از اون طرف قیمت بالایی داره که هر کسی حاضر نیست این هزینه رو برای یه هدفون بکنه. رقیباش تو رنج 350-400 دلار هن که اکثرشون رو با تخفیف تا 270-80 دلار هم میشه خرید. حالا اینکه اپل چرا این هزینه رو در نظر گرفته برای اینها جای سواله، ولی به هر حال اتفاقی که افتاده. در صورت اگه حاضرید این هزینه رو پرداخت کنید قطعا تجربه بی‌نظیری میگیرید همراه با دستگاه‌های اپل، اما اگه هزینه‌اش بالا برای شما گزینه‌های دیگه هم هست مثل سونی XM4، بوز NC700 که میتونید به اونها هم فکر کنید، اما اگه میتونید این هزینه رو بکنید حتما برید سراغ ایرپادز مکس که پشیمون نمیشید. نکته آخرم که باید بگم اینه که خب این ایرپادز مکس یه هدفون بلوتوثی استاندارده و با دستگاه غیر اپلی هم کار میکنه، اما خب فیچرهای جالبش فقط با دستگاه‌های اپل اتفاق میفته. اما در نهایت اگه یکیشون رو خریدید و یه دستگاه ویندوزی یا اندرویدی هم داشتید و خواستید به اونها وصل کنید، این اتفاق امکان پذیره و شما میتونید ایرپاد مکستون رو با دستگاه غیر اپلی هم به صورت یه هدفون بلوتوس استاندارد پر کنید و استفاده کنید. این بود آنباکسینگ و بررسی من از ایرپاد مکس. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست دارید که یه مقایسه از این هدفون با رقیبای خودش مثل سونی XM4 ببینید، این ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت ها به من بگید که این ویدیو رو هم در آینده بسازم. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. ویدیو رو حتما لایک کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید، کانال من رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید، منتظر ویدیوهای بعدی من باشید و از خودتون مراقبت کنید. فعلا خدافظ.